اسرائیل همگام با سایر کشورهای پیشرفته جهان به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای اقدام به توسعه مزارعی کرده است که از انرژی باد استفاده می‌کنند. اما طرح احداث یکی از این مزارع در بلندی‌های جولان تبدیل به جدالی اجتماعی سیاسی شده است. گزارشی از فرشته رستگار. بلندی‌های جولان به لحاظ جغرافیایی محل بسیار مناسبی برای بهره گرفتن از توربین‌های بادی است. اما به لحاظ عملی برای ساکنان دروزی این منطقه که اغلب به شیوه سنتی کشاورزی می کنند مشکل آفرین است. ما نیمی از سال تمام روز و حتی گاهی شبها در باغهایمان هستیم. آب می دهیم، هرس می کنیم، درو می کنیم و حتی برای استراحت و تفریح به باغ می آییم. بقیه ده که بلوک سیمانی است. ما جای دیگری برای رفتن نداریم. فعالان حقوق بشر اسرائیل نیز این اقدام را به لحاظ اجتماعی زیر سوال می‌برند و می‌گویند تغییر اجباری شیوه زندگی هویت و عزت نفس کشاورزان را نابود می‌کند. 31 توربینات کهله شیکومو بلوا ازوریم خکلایم 31 توربین بادی را در قلب این منطقه کشاورزی بنا کردن به معنی از بین بردن مختصات منحصر به فرد کشاورزی اینجاست. در این منطقه دروزی‌ها به شیوه سنتی کرتبندی می‌کنند و سیب و گیلاس و بادام می‌کارند. به گفته اودت فلر به دلیل اینکه دروزی‌ها از مشارکت در قدرت سیاسی و حق تعیین سرنوشت محرومند، صدایشان به جایی نمی‌رسد و در مقابل تصمیمات پارلمان بدون دفاع هستند. اما فعالان محیط زیست با این نظر مخالفند. Where do you put the turbines? You actually install them where you have wind, good wind. خب توربین ها را کجا باید گذاشت؟ توربین بادی باید در مسیر بادهای تند باشد و جایی که زیرساخت های انرژی الکتریکی فراهم باشد. این دو شرط برخلاف اغلب نقاط اسرائیل در بلندی های جولان فراهم است. بلندی های جولان از سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد و هنوز جامعه بین المللی و ساکنان جولان بر سر حق حاکمیت آن اختلاف زیادی دارند. اما اختلاف فعلی که بر سر گسترش استفاده از انرژی های پاک است از جنس دیگری است و ناگزیر به نظر می رسد. فرشته رستگار، صدای آمریکا.